سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشین تا با آزمایش شفرولت مدل ولت پریزتون رو بزنین به برق و شارژ بشین. پادکست نگاهی داره از نزدیک به ایربگ هایی که بد عمل میکنن. زک مسکل سعی میکنه موقع آزمایش لاستیک های زمستون روی یخ خیلی لیز نخوره. و بعد هم یه ماشین سوئدی یعنی ولوو کاملا جدید XC90 رو آزمایش میکنیم. پس بریم با هم برونیم. سی و پنج سال با ماشین هفته، اولین مجله تلویزیونی ماشین. گرچه فروش شفرولت ولت احتمالا مطابق برنامه اولیه پیش نرفته، ولی طرفدارای خودش رو پیدا کرده. کسانی که یک وسیله نقلیه الکتریکی قابل شارژ برای رفت آمد با یه موتور بنزینی کمکی قابل اعتماد برای سفرهای بلند رو خیلی دوست دارن. حقیقتا صاحبان ولت از راضی ترین صاحبان اتومبیل هستن. خب باور کنید یا نه، 5 سالی که گذشته و حالا نسل دوم ولت از راه رسیده و به نظر میرسه که سطح انتظارات رو از هر جهت بالا برده. درسته که شفرولت ولت 2016 کاملا تازه است، ولی ماموریتش عوض نشده، یعنی جلب هرچه بیشتر آمریکایی ها به شیوه زندگی قابل شارژ با ساده کردن و کم مسئله کردنش تا حد ممکن. و شفرولت با اضافه کردن یه موتور بنزینی و ژنراتور خاصه تا تمام نگرانی های برد الکتریکی رو از بین ببره. به این منظور مهمترین ویژگی جدیدش برد اضافیه، هم در حالت الکتریکی که حالا بر اساس برآورد رسمی 85 کیلومتر و هم در مجموع که با هر باک پر بنزین 675 کیلومتر میشه. چیزی که این خاصیت رو ممکن کرده یه سیستم رانش دوال موتور جدیدی که بازدهیش 12% از قبل بیشتره. باتری یون لیتیومی بزرگتری به ارزش 18.4 کیلووات در ساعت روی ماشین سواره که 10 کیلوگرم از قبل سبکتره. برقی که موتور تولید میکنه مثل قبل 111 کیلوواته، ولی افزایش دهنده برد به 1.5 لیتر افزایش یافته و بنابراین قدرت موتور با 17 اسب افزایش رسیده به 101 اسب بخار. و مهمتر از اون، در رده‌بندی رسمی مصرف سوخت بالاتر رفته و حالا با 15 کیلومتر در ازای هر لیتر بنزین در حالت ترکیبی به 46 کیلومتر در حالت برقی ارتقا پیدا کرده. همچنین چون دیگه لازم نیست بنزین سوپر بزنین، چند دلاری صرف جویی میکنین. بنابراین با مصرف انرژی سالانه 2 بشکه در سال و تولید 0.8 تن گاز کربونیک ایده‌آله، ولی شاید برای بعضی ها ظاهر بیرونی ماشین حیاتی تر باشه که حالا کمتر علمی تخیلی و بیشتر زمینی شده، با اینکه هنوز هم خیلی مدرن و اسپورته، اگرچه یه خورده شبیه پریوس تویوتا شده. ویژگی های منحصر به فردش مثل سپر براق جلو از نو طراحی شده. چراغ های LED کم مصرف جلو استانداردن و همینطور رینگ های 17 اینچی و امکان روشن کردن موتور از راه دور. حفظ طراحی 5 دریا هچبک معنیش اینه که همچنان ماشین جاداریه، حتی شاید بیشتر از قبل، چون حالا میتونین یه مسافر سوم هم روی صندلی عقب داشته باشین. جای پا به اندازه کافی هست، ولی جای سر برای بزرگسالان هنوز کمی تنگه. جای بار بدون تغییر مونده، یعنی 1/3 متر مکعب، ولی برای کابل شارژ قابل هم جاسازی بهتری کردن. صندلی های تاشوی استاندارد اسپلیت عقب هم فضای بیشتری رو برای وسایل بزرگ ایجاد میکنن. تغییرات قسمت جلو بیشتر مطابق میل بازاره. راحتی صندلی ها بیشتر شده و کنترل کردنشون مثل سابقه و چیز عجیب و غریبی بهش اضافه نکردن. با اینکه دیگه خیلی آینده‌گرا نیست، ولی همچنان حس یه ماشین با تکنولوژی بالا رو میده. با یه صفحه نمایش 8 اینچی قابل تنظیم در داشبورد و یکی دیگه در بخش وسط برای سیستم اطلاعات و سرگرمی. حالت‌های رانندگی معمولی، اسپورت، کوهستانی و هولد همچنان وجود دارن، ولی ترمز اضطراری مدل ALR کادیلاک بهش اضافه شده. دوربین عقب استاندارده و همپا با زندگی مدرن امروزی کاربرد تلفنی بیشتری از طریق اپل کارپلی وجود داره. مدل تازه پریمیوم مدل قبلی رو بهتر کرده و در صندلی جلو و عقب و در فرمان ماشین گرم کن گذاشته و شارژ موبایل و کمک کننده‌ای برای پارک کردن ماشین اضافه کرده. تمام کنترل های صندلی ها بدون توجه به مدل دستی هن و گزینه برقی ارائه نشده. رانندگی روی شاسی کروز معنیش اینه که کیفیت رانش خوبه، ولی استثنایی نیست و سر پیچ‌ها اگه انتظار زیادی ازش نره قابلیت خوبی داره. کلن دست فرمونش خوبه.
ما تحت تأثیر قدرت خوب این ماشین قرار گرفتیم و مثل همه ماشین‌های 0 کیلومتر این قدرت موقع سبقت گرفتن بیشتر به چشم اومد. 0 تا 100 این ماشین 8.4 ثانیه بود، ولی ما حس کردیم این ماشین سریع‌تره. داخل ماشین ساکت‌تر شده، به خصوص وقتی که موتور بنزینی کار می‌کنه، گرچه هنوزم کمی صدای لاستیکا رو روی جاده‌های ناهموار می‌شنویم. قیمت پایه ولت در واقع $1000 از سال پیش کمتر شده و الان مدل LT اون $33,995 به فروش میرسه. مدل تازه و لوکسر پریمیر با قیمت $38,345 عرضه میشه. حتی با تشویق‌های مالیاتی این قیمت باز هم برای ماشین کامپکت زیاده. و حالا که قیمت بنزین کاهش پیدا کرده، این ماشین زیاد هم به صرفه نیست. ولی هنوزم شفرولت ولت از ماشینای سوخت فسیلی بهتره. البته با وجود ماشین‌های الکتریکی موجود در بازار، ولت 2016 دیگه انقلابی در دنیای ماشین محسوب نمیشه، اما پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته. سالها قبل وقتی در مورد لاستیک‌های اتومبیل صحبت می‌کردیم، فرق بین لاستیک‌های زمستونی با تابستونی مشخص نبود، ولی حالا با تکنولوژی مدرن این فرق رو کاملاً حس می‌کنیم. بنابراین الان موقعشه که کمی با زک مسکل وقت بگذرونیم تا کمی رقص روی یخ رو بهمون نشون بده. با اینکه ما انسان خیلی به هم شبیهیم، ولی در موقعیت‌های خاص عکس‌العمل‌های متفاوتی داریم، درست مثل لاستیک‌ها. برای اینکه نشونتون بدم منظورم چیه، رفتم به دانشگاه نوتردام در ایالت ایندیانا و تیم فایتینگ آیریش. این یه توپ هاکی روی یخ از لاستیک ساخته شده. من تمام زندگیم تو کار هاکی بودم و میفهمم که روی یخ چی کار میتونه بکنه، ولی با لاستیک ماشین تجربه ندارم. امروز متوجهتون میکنم که باید یه فکری برای لاستیک‌های چهار فصلتون بکنید. من تقریبا وسط برف توی همه جور ماشینی بودم که لاستیک‌های جور با جوری داشتم و حیرت آوره که چقدر خواص متفاوتی از خودشون بروز می‌دادن. همیشه میگیم اگه هوا جوریه که بخار دهنتون رو می‌بینین، وقتشه که چرخ‌های زمستونیتون رو بندازین زیر ماشین. همیشه فکر می‌کردم اگه برین روی یخ کاری نمی‌تونین بکنین. خب این اولین باری نیست که اشتباه فکر می‌کردم. وقتی گفتم برو پاتون رو بذارین روی گاز تا وقتی بگم که ترمز. وقتی گفتم ترمز خیلی سریع بزنید رو پدال ترمز و بیشترین فشار رو روش بیارین. باحال نیست؟ یه مسابقه کوتاه در جایی که بازیکنای هاکی معمولاً کله همدیگر رو میکنن، یه ماشین مجهز به لاستیکای OEM 4 فصل و اون یکی مجهز به لاستیک بلیزاک بریجستون، یعنی لاستیکای زمستونی. این ممکنه کسل کننده ترین مسابقه تاریخ باشه، ولی نتایجش خیلی جالب خواهد بود. یکی از این دو ماشین خیلی سخت به حرکت میفته و وقتی بالاخره راه میفته مشکل میشه متوقفش کرد، ولی چرا اون یکی این کار رو اینقدر خوب انجام میده؟ چون اون همون لاستیکایی رو داره که این سه چرخه داره. ممکنه متوجه نشده باشین که طبیعت بهتری مهندسه. خب کاری که مهندسای بلوچستان انجام دادن این بود که چنگالای خرس قطبی رو بررسی کردن تا ببینن چطور به یخ گیر میکنه. بعد کشف کردن چجوری از تکنولوژی چند سلولی در طراحی لاستیکای بلیزاک بهره ببرن. لاستیک بلیزاک 3 جزء اصلی داره: شیارهای عمیق‌تر، طرح بلوک‌های بزرگ و مخلوط ویژه. چند سلولی‌ها مثل یه اسفنج ذرات آب پراکنده رو می‌کشن توی خودشون و بعد با اجزای گیرکننده به یخ متصل میشن. حالا وقتشه که بپریم توی شاسی بلندهای دو دیفرانسیله و ببینیم چی پیش میاد. بذاریم ببینم این لاستیک‌های 4 فصل OEM چی کار می‌کنن. تخت گاز می‌ریم. سیستم کنترل مسیر سعی می‌کنه کمکمون کنه. با شدت هر چه تمام‌تر می‌زنیم روی ترمز و هنوزم حسابی سر می‌خوریم. خب این آزمایش که مورد علاقه‌م نبود. حالا بریم سراغ روندن با ماشین نسبتاً مجهز. از همون اول بریزاک کشش خیلی بیشتری داره. می‌کوبم رو ترمز. امیدوارم که اینجا هم استوار باشه. 20 کیلومتر در ساعت و ایست بعد از 7 متر. این دقیقاً چیزیه که دنبالش بودیم. معنیش اینه که ما به اندازه یه نصف ماشین زودتر از لاستیکای 4 فصلی ایستادیم. وقتی درباره سرعت پایینی مثل این صحبت میکنیم، معنیش اینه که خیلی عالیه. بنابراین واضحه که در سرعت‌های بالاتر این میتونه یه سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای ایمنی خانوادهتون باشه. متوجه شدیم کسایی که برای اولین بار لاستیکای زمستونی رو می‌خرن، براشون یه آرامش خاطره، چون پیش از اون متوجه نبودن که پشت فرمون چقدر میتونن کنترل و اعتماد به نفس داشته باشن. لاستیکای زمستونی نه تنها برای برف و یخ خوبن، مخلوط ویژه لاستیک در حرارت‌های زیر 6 درجه سانتیگراد هم نرم‌تر از لاستیکای 4 فصله. که معنیش اینه که شما راحت‌تر شتاب می‌گیرید، بهتر ماشین رو کنترل می‌کنید و سریع‌تر توقف می‌کنید.
خیلی از مصرف کننده ها به قیمت یه مجموعه لاستیک زمستونی فکر میکنن. معمولا این رقم بیشتر از مابه تفاوت مبلغ پرداختی بیمهشون نیست. اگر در یه زمستون فقط از یک برخورد سپر به سپر توی ترافیک اجتناب کنین، در واقع پول لاستیکاتون رو در بردید. حواست آزما وقت مناسبی برای انداختن لاستیکا زیر ماشینه و طرفای 13 به در هم میتونین از زیر ماشین درشون بیارید. یادتون باشه باهوش‌تر باشین نه پرکارتر. یه سر بریم گاراژ گاز تا پت گاز در مورد عمل کردن ایربک ها برامون توضیح بده. یکی از عواملی که باعث بیشترین فراخوان برای تعویض و تعمیر میشه ایربک های تاکاتو هستن. امروز کریس بسو از کارفکس با چند تا نکته اینجاست. کریس به گاراژ گاز خوش اومدی. مرسی از دعوتت. خب بریم سراغ ایربک تاکاتا. اینجا یه متورم کننده از یه مارک دیگر رو داریم. این تاکاتا نیست ولی شبیهشه. اتفاقی که میفته اینه که وقتی روشن میشه فشار خیلی شدید داخلش ایجاد میشه که منفجرش میکنه و این فلز خورد میشه و تکه های زیادی رو همراه با انفجار به داخل اتاق خود رو پرت میکنه. برابر این خیلی خطرناکه. درسته و متاسفانه جراحات خیلی خطرناکی ایجاد میکنه. ولی اگرچه فراخوان ایربک های تاکاتا خیلی سر صدا کرد، ولی هزاران فراخوان جمع‌آوری اجزای دیگه اتومبیل هم هست که به همون اندازه جراحات رو بدتر از اون برای مردم ایجاد میکنه، ولی هرگز تعمیر نمیشه. در واقع اطلاعات ما نشون میده که 46 میلیون وسیله نقلیه در جاده هستن که تعمیر نشدن و فراخوانشون هم در مورد اجزایی بوده که میتونه موجب آتش سوزی، تصادفات و مشکلات دیگه برای سرنشینان اتومبیل و سایر راننده ها باشه. بنابراین خیلی مهمه که ماشینا تعمیر بشن. شما یه برنامه‌ای دارین که به مردم کمک میکنه این قضیه رو پیگیری کنن، درسته؟ درسته. قبلا اینجوری بود که باید منتظر نامه تولید کننده اتومبیل میشدیم، ولی حالا خیلی‌ها هستن که اطلاعات ماشین‌هایی رو که براشون فراخوان صادر شده رو مجانی در اختیارتون میذارن. ما یه اپ جدید طراحی کردیم به اسم مای کارفکس که از روی شماره ماشین میفهمه که برای ماشینتون فراخوان داده شده یا نه، یا در آینده میدن. بنابراین به همین سادگیه که یه بار شماره ماشینتون رو وارد می‌کنید و بعداً اگه فراخوانی واسش صادر بشه، اون فراخوان مستقیما میاد روی تلفن دستیتون. و در واقع در مورد این هوندا همین الان ما یه فراخوان براش به خاطر ایربگ تاکاتا داریم. خب پس این راه خوبیه که پیگیریش کنیم. من متعجبم که چرا خیلی از مردم به فراخوان‌ها بی‌توجهن، چون میتونه مرگ‌آور باشه. بله میتونه و متاسفانه نهایتاً دلیلش اینه که یا اختیاریه رو دور انداختن یا وقت ندارن برای تعمیر ببرنش. ولی در بیشتر مواقع برگشتی‌ها ظرف چند ساعت تعمیر میشن. بنابراین این یه راه ساده داره، ساده است که تعمیر بشه. و اگه اختیاریه رو دور انداختین، راه‌های دیگه‌ای برای به دست آوردن اطلاعات برگشت خورده‌ها هست، مثلا اپ مجانی کارفکس. در ضمن تعمیر فراخوان ها هم مجانیه. بله مجانیان، هم پیدا کردن نقص اتومبیل مجانیه و هم تعمیر کردنش. واقعا دلیلی برای انجام ندادنش وجود نداره، چون از طریق اپ تلفن به این اطلاعات دسترسی پیدا میکنیم. خیلی خوب کریس، ممنونم و باز هم با ما باشین همینجا در ماشین هفته. در سه ماه گذشته ما در کیا سورنتوی 2016 مون این ور اون ور رفتیم و تا به حال بیش از 10000 کیلومتر باهاش رانندگی کردیم. و گرچه این سورنتوی اندازه متوسط در ماشین هفته طرفدارای زیادی داره و قدرت مانور بالاش سر پیچ‌ها همه رو به خودش علاقمند کرده، ولی چند تا شکایت هم داریم. ما طراحی داخل ماشین رو دوست داریم، ولی چرم نازک روی صندلی‌ها همین حالا هم کمی پارگی داره. سورنتو یه ماشین ترکیبی عالیه برای راه‌های طولانی که کیفیت رانندگی نرم و متناسبی رو ارائه میده، ولی کمی کشش سر پیچ‌ها از این قاعده مستثناش میکنه. برای بخش میانی دو دکمه بالابر الکتریکی درب صندوق عقب و رانش دو دیفرانسیل هست که ممکنه تصادفاً توسط راننده در حال حرکت لمس و فعال بشن که میتونه خطرناک باشه. نیروی محرکه این ماشین تحسین برانگیزه. ترکیب موتور 2 لیتری توربو و جعبه دنده 6 سرعته اتومات به فشار پدال گاز خوب عکس العمل نشون میده و مصرف بنزینمون هم 1 لیتر برای 11 کیلومتره. با در نظر گرفتن همه اینها، در کل ما از کیا سورنتو خوشمون اومد. چند تا مورد باید اصلاح بشه تا این یه خودروی شاسی بلند خانوادگی شه. ماشین بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم مزدای CX-9. بعد از 9 ماه و 36000 کیلومتر رانندگی با این ماشین، الان میتونیم قضاوت خوبی در مورد این مزدا داشته باشیم. در ماشین هفته تقریبا همه متفق القولند که موتور 6 سیلندر 3.7 لیتری این ماشین با قدرت 273 اسب بخار و صدای کم، قدرتی خوب و رانش نرمی رو ارائه میده.
ولی مصرف سوخت هنوز متوسطه. با اینکه مصرف متوسط ما 1 لیتر برای هر 8 کیلومتر بود، ولی ما مرتبا توش بنزین ریختیم. البته اگه بدونین سه ردیف، 7 سرنشین، یه ساختار تقریبا بزرگ قامت و یه طراحی 8 ساله داره، شاید خیلی تعجب نکنید. ولی بازم باید صرفه‌جویی در مصرفش بهتر از این باشه. این قضیه به کنار، ولی وقتی نیاز به این هست که تعداد آدم‌ها و متعلقات زیادی جابجا بشه، این مزدا شاهکاره. در برنامه‌های بعد ماشین هفته، نیسان مورانو و کرایسلر 200 رو بررسی می‌کنیم. حالا بریم چند تا ماشین جدید رو امتحان کنیم، ببینیم اولین بار چه تأثیری رو آدم می‌ذاره. اینفینیتی QX50 برای 5 سرنشین طراحی شده و هنوز با EX سال 2008 شناخته میشه. این ماشین با شاسی بلندهای BMW، آودی و مرسدس بنز سر سهم بازار ماشین‌های کامپکت لوکس رقابت کرد، ولی سهم خیلی کوچکی از بازار فروش رو تصرف کرد. بنابراین از سال 2016 تغییراتی در جریانه تا این سهم رو بزرگتر کنه. از تغییر نام در سال 2013 شکل ظاهری تغییر چندانی نکرده، بنابراین هنوز جذابه. بیشتر یه هاچبک اسپورت به نظر میرسه تا یه شاسی بلند، و البته یه خورده هم قدیمی شده. ولی در واقع همین باعث بزرگترین تغییر شد. QX 50 مدل سال 2016 عملاً کشیده تره. در واکنش به تقاضا در بازار چین، طول ماشین 12 سانت و فاصله بین دو محور 8 سانت بیشتر شده. و اضافه شدن 10 سانت به جاپای صندلی های عقب برای بلندقدها عالیه. آپشن صندلی های تاشو برای جای بار هم موجوده. داخل ماشین شبیه همه اینفینیتی هاست، البته با همه لوازم مدرن. اونا واقعا به ماشین رسیدن با طراحی خوب، صندلی راحت و موتور بی سر و صدا. بنابراین خودرو واقعا به تصویر لوکسی که اینفینیتی دنبالش نزدیک شده. به نظر من کسی که میخواد از این ماشین لوکس کارایی بیشتری بکشه، خیلی با QX 50 احساس رضایت خواهد کرد. اینفینیتی QX 50 سال 2016 در آمریکا با قیمتی کمتر از 36 هزار دلار شروع میشه. با توجه به اینکه همه برندهای تجاری آبرومند یه ماشین اسپورت کارا عرضه کردن، اینکه شرکت مازاراتی هم چنین چیزی عرضه کنه خیلی عجیب به نظر نمیاد. خب آماده باشین، چون عکاس مخفی ما یکی از آزمایش‌های اونا رو ثبت کرده. این خودروی شاسی بلند مازاراتی تقریبا آماده تولید به نظر میرسه و تا جایی که ما فهمیدیم اسمش رو گذاشته لوانته. با استفاده از شاسی که از گیبلی و کواتروپوترو اقتباس کرده، لوانته از همون موتورای 6 و 8 سیلندر استفاده خواهد کرد که قدرت این ماشین رو به 345 تا 523 اسب بخار میرسونه. 4 تا اگزوز و روتورهای ترمز حفره‌ایش نشون میده که سرعت اساس و هدف بوده. بر اساس شایعات این ماشین در سال 2017 به بازار عرضه میشه. مدتی میشه که یه ولوو کاملا تازه رو آزمایش نکردیم. مدت‌ها شک داشتیم که آیا ولوو میره سراغ ماشین شاسی بلند XC 90 بزرگ قدیمیش یا نه. خب اونها نه تنها رفتن سراغش، بلکه تبدیلش کردن به خودرویی که قابلیت قرار گرفتن در تالار مشاهد رده لوکس رو داره. سیزده سال از زمانی میگذره که ولوو اولین XC 90 سری روبرشت شاسی بلند لوکس سردیفش رو ارائه کرد، ولی در تمام این مدت رقبای جدیدتر فروش اون سری رو به طور جدی به چالش گرفتن. بنابراین XC 90 جدید بدون شک با رقابت‌های روبرو خواهد شد. اولین XC 90 مدل سال 2002 ثابت کرد که خودروی مناسبی برای زمان خودش بود. و این نسل دوم وسایل نقلیه 7 سرنشینه از نظر شکل ظاهری به نظر میرسه به هدف زده. شکل استیشن مانندش به قدر کافی آشنا هست که به راحتی ولوو بودنش رو معلوم کنه. ولی همه ما میدونیم اون چه که مهمه توی ماشینه، و داخل XC 90 به طور تحسین برانگیزی متحول شده و از یه خودروی کاربردی لوکس تبدیل شده به محصول پیشتاز ولوو. طراحی داخلی زیبا و ساده است و به هیچ وجه مبهم نیست. تعداد خیلی کمی دکمه و کلیدهای سنتی باقی موندن، ولی اونهایی که موندن همونایی هن که موندنشون ضروریه. صفحه نمایش لمسی شبیه تبلت کامپیوتریه. بخش غالب داشبورد رو تشکیل میده و بیشتر حالت عمودی داره تا افقی، مثل تسلای سری S، و استفاده ازش خیلی راحته. مثل همه ولووهای دیگه‌ای که در خاطرمون هست، صندلی‌های جلو بهترین راحتی و ایمنی رو عرضه می‌کنن. این در مورد صندلی‌های تاشو ردیف 2 و صندلی‌های ردیف 3 هم مستاق داره. به علاوه صندلی تعبیه‌شده
برای بچه‌ها که هنوز هم از نظر ایمنی خیلی بالاتر از سطح معمولی این رده است و حتی با توجه به تغییر مدیریت اخیر ولوو و تعهد این برند تجاری به ایمنی تغییری نکرده، XC90 چنان پر از امکانات ایمنیه که حتی خیال مشتری‌های نگران و وسواسی رو هم آسوده می‌کنه. سیستم ترمز خودکار در آزمایش مانع تصادف کاملا عالی عمل کرد. امکان پارک خودکار هم از بیشتر نمونه‌ها بهتر کار کرد. از نظر مؤثر بودن در حمل بار، XC90 مقدار زیادی بار رو جابجا می‌کنه. 40 سانتی‌متر مکعب پشت ردیف سوم، 1 متر 20 سانتی متر مکعب از پشت ردیف دوم و 2 متر 40 سانتی متر مکعب از پشت ردیف اول و برای راحتی بارگیری یه بالابر در الکتریکی بدون دخالت دست هم وجود داره. همه ی خودروهای XC90 جدید دو دیفرانسیلن با جعبه دنده اتومات 8 سرعته ولی در نهایت تعجب 4 سیلندره. موتور 2 لیتری 16 سوپاوه توربو سوپرشارژ 316 اسب بخار نیرو و 400 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. به هر حال ما فکر میکنیم فروش یه 4 سیلندر در این رده میتونه کار سختی باشه. گرچه مدل هایبرید قابل شارژ توربو با یه موتور الکتریکی تقویت شده یه پلاس 2 برای مجموع 400 اسب بخار قطعاً برگ برنده ولوو خواهد بود. هرچی بیشتر باهاش رانندگی کردیم بیشتر فهمیدیم که این خودرو برای سفرهای خانوادگی طولانی ساخته شده و بسیار محکم و ساکته و برای مسیرهای صعب العبور و پر از دست انداز کاملاً ایده‌آله. فرمان الکتریکیش خیلی نرم و با حس طبیعی ماشین رو هدایت میکنه و در بین موانع ما بیشتر مواقع تحت تاثیر استحکام حالت رانندگی اسپورت XC90 قرار گرفتیم. بخشی از سیستم فنربندی عقب به سبک کوروت تا ضربه های وارده به عقب ماشین خونسا بشه و گزینه فنربندی کاملا بادی هم قابل انتخابه. در مورد شتاب واقعا برای این ماشین سنگین موتور 4 سیلندر خیلی کوچیکه. 0 تا 100 این ماشین 6.5 ثانیه است و 400 متر در 14.9 ثانیه طی میکنه و به سرعت 150 کیلومتر در ساعت میرسه. مصرف رسمی سوخت این ماشین هنوز 1 لیتر برای هر 8 کیلومتر در شهر، 10 کیلومتر در بزرگراه و 9 کیلومتر در حالت ترکیبیه. ما برای این خودروی شاسی بلند رقم خیلی خوب 1 لیتر بنزین سوپر در هر 11 کیلومتر رو به طور متوسط ثبت کردیم. مصرف انرژی 15 بشکه بنزین در سان و تولید 6.6 تن گاز کربونیکه. گزینه‌ها در این رده خیلی متنوعند ولی قیمت پایه فقط 49825 دلاره که معنیش اینه که XC90 به شدت قابل رقابته. طراحی داخلی لوکس با ادعای اسپورتی بودن نیروی محرکه ورود این خودرو به رده شاسی بلند های سطح بالا شده. خب با در نظر گرفتن همه این چیزا، یعنی ایمنی سطح بالا، راحتی خارق العاده و ویژگی‌های به شدت خانوادگی که همه در ظاهری بیشک سوئدی جمع شدن، میتونن مطمئنن تاثیرگذار باشن. خب این بود برنامه این هفته. نظراتتون رو به ایمیل persiandouble@voanews.com بفرستین. تا برنامه بعد من جان دویسم. دیدار ما همینجا در ماشین هفته. صدای آمریکاست.